أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون شهادت هموطنان و فرزندان صدیقی سرزمین را خدمت خانواده محترمشان و ملت شهید پرور افغانستان تبریک و تسلیت عرض میکنم. افغانستان در ماه‌های گذشته جنگ‌های فراوانی را شاهد بود و مردم ما در اقصا نقاط مختلف مقاومت کردند و استادگی نمودند. تا ای که متاسفانه به دلایل مختلف جنگ به نقطه‌ای رسید که افغانستان در تنگنای سقوط قرار گرفت. در آخرین نقطه مردم با عزت ما از بدخشان تا تخار، از کاپیسا تا اندراب مقاومت‌های خود ادامه دادند تا بالاخره مقاومت به جغرافیای اندراب و پنشیر رسید. جبهه مقاومت ملی به خاطر دفاع از عزت، سلامت، استقلال، آزادی و عدالت مبارزه خود به خاطر دفاع از ارزش ها شروع کرد. دیروز بعد از اعلامیه علمای سرتاسر کشور، جبهه مقاومت ملی فیصله علما را نهایی و لبیک گفت و احترام گذاشت. اما طالب ها خوشبختانه که طینت واقعی خود را نشان دادند و بالاخره برخلاف چیزی که در ظاهر می گفتند نشان دادند که نه باوری به شریعت دارند، نه باوری نه به قرآن دارن و نه فیصله علمای سرتاسر افغانستان باورمند هستن. و بعد از فیصله علما اونا حملات گسترده خود برخلاف فیصله بالای ملت و مردم ما شروع کردن که باعث کشته شدن تعداد زیادی از هموطنهای ما از جمله بخشی از خانواده ما شدن. ما نه تنها با ایش و هدا جگرخون و ضعیف نیستیم، بلکه از دیرباز چه خانواده ما مثل تمام خانواده های دیگه به خاطر عزت، به خاطر دین، به خاطر خدا و به خاطر افغانستان مبارزه کردیم و شهید دادیم. هموطنان عزیز، امروز اتفاقاتی که افتید روان است تصویر کوچکی از آینده افغانستان می باشه. آینده‌ای که بیگانه ها به کمک این افرادشان، به کمک این نماینده ها و مزدورانشان می خواهند افغانستان پیاده بکنند. و اوی تصویر میست که افغانستان یک افغانستان عقب مانده باشه، تاریک، بدور از هر گونه فرهنگ و هنر، اتحاد و اتفاق و همچنین افغانستانی که در یک انزوای سیاسی اقتصادی توسط دنیا قرار داشته باشه و به انزوا بره و نه کسی با ما کار داشته باشه و نه دیگه افغانستان یک سیاست و برنامه مستقل مربوط خود را داشته باشه. حمله دیروز به واضح نشان داد که نیروهای بیگانه همسو و در کنار طالبها در مقابل ملت افغانستان از دیرباز قرار داشتن و هنوز حضور داره. امروز پیام مشخصی به مردم عزیزمون داره. هموطنان ما، در هر گوشه ای که هستین، چه در بیرون و چه در داخل، فراخوان میتیم که قیام عمومی را به خاطر عزت، آزادی و سربلندی وطن ما آغاز کنیم. هر کسی به هر شکلی که میتونه استاد شد و فریاد هیهات من نزله را بلند بکنه. ما در کنار هم میهنان و هموطنان خود به چه شکل کسایی که مقاومتگر هستن و تا امروز و امی لحظه که صحبت میکنم در دره دره در جغرافیای هندوکش، پنشیر و اندراب هنوز حضور دارن و هنوز مقاومت دارن و چه مثل خواهران با عزت ما که در هرات و کابل صدای فریاد دادخواهی خود بلند کردن و چه مثل هموطنان ما که در بیرون با تظاهرات صدای بر حق مردم ما در بیرون شدند. ما با شماستیم و از شما تشکری میکنیم و در کنارتان استاد میشیم. و خواهش ما ایست که هر برادر و خواهر ما در هر گوشه ای وطن که هست به هر شکلی که میتونه به خاطر نجات وطن از او تصویری که پیشتر گفته شد به پا خیزه، استاد شوه، قیام بکنه و مقاومت بکنه. کسانی که به شکل مبارزه مسلحانه میتونن ما در کنارشان حضور داریم. کسانی که تظاهرات میکنن ما صدایشان میشیم و در کنارشان هستیم و از اونها حمایت میکنیم و به خاطر نجات وطن تا آخرین لحظه در کنارشان حضور میداشته باشیم. صحبت دوم با جامعه جهانی است که متاسفانه با ایجاد فرصت غلط به طالبها، ایجاد دادن فرصت سیاسی باعث شد که اونا هم جرأت سیاسی پیدا بکنن و هم به دنیا این قسم نشان بدن که تغییر کردن، در حالی که طالب به هیچ عنوان تغییر نکرده بلکه ظالمتر،
قسی القلب تر، افراطی تر و متعصب تر از دیروز امروز قدم گذاشته و مشاهدی است. لحاظا امروز مردم افغانستان قضاوت دنیا و همسایگانش سیل است که کی با عنوان دوست واقعی در کنار مردم افغانستان و در مقابل این گروه های مزدور حضور پیدا میکنه و قضاوت تاریخ و مردم افغانستان انجام خواهد شد و خواهند دید که دوست واقعی مردم افغانستان چه کشورهای خواهد بود. روی صحبت دیگر ما با او عده از افرادی است که در کنار طالبا قرار گرفتن به نیت ای که در مقابل تجاوز جهاد میکنن. امیدوار استم امروز با ظلم ها و با جنایت هایی که طالب کاملا مخالف شریعت اسلام، مخالف فیصله علما و مخالف روحیه ملی و روحیه اسلامی انجام دادن، امیدوار استم که اونا از خواب غفلت بیدار شده و بفهمن که خود را، خانواده خود را و آینده خود را و آخرت خود را به تباهی میکشن. شمایی که می شاید با نیت خیر خیسته بودین، امروز وقت جبران اشتباهاتتان رسیده. شمایی که از بدخشان تا تخار، شمایی که از هلمند تا قندار حضور دارین، وقت جبران اشتباهاتتان امروز است. در کنار مردم ملتتان قرار بگیرین، از خداوند عفو بطلبین که دست به خون بیگناه دراز کردین و هنوز خداوند به شما فرصت ایره داده تا اشتباهاتتان جبران نموده و دنیا و آخرتتان آباد بسازین. امیدوار هستیم که با درک درست از اوضاع و شناخت دقیق دشمن شما به اشتباهاتی که تا حال انجام شده بیشتر از این مرتکب نشین. یک بار دیگه شهادت جوانان صدیقی سرزمین را خدمت همه تسلیت عرض می کنم و متعهد به تعقیب رای آنها هستیم. جبهه مقاومت ملی به زودی سخنگوی جدید خود اعلان نموده و بار دیگه اعلان میکنه که شهادت افتخار ماست و به هیچ عنوان شهید دادن و همچنین فشارهای بالای جغرافیا آوردن از روحیه ما نمیکاهه، بلکه در کنار ملت و مردم خود تا آخرین نقطه و تا آخرین لحظه جبهه مقاومت تا آزادی افغانستان و پیروزی مردم افغانستان ادامه خواهد داد.